חזקים וברוכים. תזכו למצוות. ברוך השם, בצ'אנד רוזי כבה ראש השנה באוכל מונדה, ראש השנה היא ג'דית דאר באוכל. שם חודר שוק, תוין עומר צ'אנד ניסלה כי אז חודר ונהדיה גרפתים, یه چند تا روش هاشانای قبلی رو سپری کردیم، تجربه کردیم. با این روش هاشانای جدیدی که در پیش داریم و چند روزی باقی نمونده، فکر کنم بعد از چند وقت مناسب ترین تاپیکی که بخوایم در موردش بحث کنیم چیه؟ زریزود. این که چطور بتونیم در روز روش هاشانا از همون اول سال زریزوتمون رو به خداوند نشون بدیم، که تمام پیام شفار رو بتونیم واقعا درک بکنیم، که یک شیپور بیدار باشه. بنادم مالخان نیردم، که هیچ جای قفلت، هیچ جای خواب و خیال نیست. و واقعا افرادی که زریزود دارن، اینو فکر نکنم تا حالا تو این چند ساعت جلسه گذشته بحث کرده باشیم، ولی اونهایی که زریزود دارن در زندگی بیشتر واقع بین هستن، از خودگولزنی به دور هستن. و خود این یک در واقع امتیازی در انسان که مانند نور افکن در تاریکی همیشه راه و جلوی خودش باز میکنه، از هر نوع دستاندازی لغزشی به دور میکنه. موقعی که واقع بینانه به زندگی نگاه میکنه، نه اینکه بخواد خودش رو گول بزنه و مانند کبک در خواب و خیال باشه. پس زریزود فقط یک تحرک بدنی نیست، در واقع یک دیدگاه، یک فلسفه است که انسان تا چه حد از حقایق زندگی بیشتر آگاه باشه و احتمالات رو در نظر بگیره. و هراب توضیح دادن که بعضی موقع این کانسپت، این که امیدت به خدا باشه، امکان داره در انسان تنبلی پدید بیاره، نخواد هیچ قدمی برداره، نخواد هیچ همتی به خرج بده، هیچ نوع هیچ تدلوتی. چرا؟ امیدت به خداوند باشه و اسمشو میگذاره بیتاخون. و هراف گفت اتفاقا اسم این بیتاخون نیست، هللوته، یعنی بیفکریه. این که شخص احتمالات رو در نظر نمیگیره و میخواد به خیال خودش بدون هیچ حرکتی صاحب برکت بشه، اسمشو میذاره بیتاخون، در حالی که میگه این بیفکریه، کوته فکریه. فکر کنم داشتیم فولیشنس، که این هللوته. و همین در واقع باعث چی میشه؟ که بعدن انسان به سورپرایز های تو زندگی برمیخوره، که دیگه مزه دین و آیین و بیتاخون اصلی رو از دست میده، هم خودش و هم اطرافیانش. چرا که اشخاصی که میخوان هلو هلو به پرتوگلو بدون هیچ همتی بالاترین و بهترین نتیجه رو به دست بگیرن و میبینن اون موقع به بنبست خوردن و تو زندگی عقب افتادن، همین باعث چی میشه؟ بدبینی افراد به دین و آیین، به بیتاخون. فکر میکنن که کسی که واقعا بیتاخون داره به خداوند داره خودشو گول میزنه. مثالش این آقا، این خانم،
در حالی که مشت نمونه خروار نیست، با یک گل بهار نمیشه. یک شخصی که به اشتباه بیتاخون رو، توکل به خداوند رو استفاده میکنه، دلیل میشه که هر کس دیگه که بیتاخون داره اشتباه میکنه. پس آیا دیدید هیچ نونوایی بیاد خمیر رو بزنه تو تنور خاموش، بگه من امید دارم که این نون الان تو این تنور خاموش چی میشه؟ میپزه. ابلهیه. داری خمیر تو از دست میدی، وقت تو داری صرف میکنی. اما کسی که با تنور داغ هنون خمیرشو میزنه و میگه من امید دارم که یک نون خوب از این به دست میاد، به این میگم بیتاخون. You try your best, he does the rest. تو سعی تلاشتو میکنی و نتیجه کار رو به دست خداوند میسپاری. اما نمیتونیم تنور خاموش خمیر رو بزنیم بگید چرا این نون تنور یا این خمیر خوش شد، تنورت خاموش بود. من که بیتاخون داشتم که این تنور چی میشه؟ روشن میشه. آیا جرقه زدی که تنور روشن بشه؟ این که شخص فکر میکنه با کمکاری اسمشو میگذاره بیتاخون، در حالی که این هللوته. و ما هرابن خیم همیشه تو شیور اینو مثال می آوردن که موقعی که شاول پادشاه بود اما لیاقت پادشاهی رو از دست داد، خداوند رو کرد به شموئل حناوی که در دوره شاول بود و شاول رو به پادشاهی منصوب کرد. گفت ببین من دیگه نظرم از شاول تغییر کرده، عوض شده، میخوام یکی از پسران یشای رو به پادشاهی تعیین بکنی. شمعون گفت خدایا مگر در پادشاهی پادشاه بخوام برم یه نفر دیگه رو پادشاه بکنم؟ شاول اگه بفهمه من دارم میرم اونجا، معلومه که اگر با خبر بشه من در خطرم. خب میدین چیه؟ به عنوان این که داره میری بره گوسفندی برای قربانی بگیری به اونجا برو، نه به عنوان این که همینجوری بی دلیل و همین تعجب کنن چه عجب شما اومدید اینجا، که اون موقع با خبر بشن که حتما یه خبریه. هرابن خیم میگو اجازه بده، خداوند داره به شموئل میگه برو پیش فرزندان بنیشای یکی رو انتخاب بکن. میتونست شموئل بگه که چشم خدایا هرچی تو بگی، بقیهش پا تو، تو گفتی من میرم. شموئل این کار نکرد، گفت اگه پادشاه بفهمه من در خطر بیفتم چی؟ یعنی انسان نو مدر واد همیشه بعد احتمالات رو در نظر بگیره. این که بگه من حرفم درسته، من حرفم به حقه، من از روی حلاخا میگم، پس هر کاری میخوام بکنم، حالا هر دست گلی به آب دادم، هر جوری دنیا به هم خورد و زندگی پاشیده شد، اسمشو بذاره بیتاخون، من امیدم به هشمه. خودت کردی که رحمت بر خودت باد، احتمالات رو خوب در نظر میگرفتی. حتی شموئل عنابی اون موقع خداوند تاییدش کرد که آره راست میگی، یک گوسفند به عنوان گوسفند قربانی تو داره میره اونجا. پس یعنی انسان نباید خودشو به مرحله آزمایش، به مرحله خطر بیاره، بگه الانه که خدا نجاتم میده دیگه، من برای خدا این کارو کردم الان خدا نجاتم میده. نه، هشم میگه دو تا گوش و دو تا چشم و یه دونه عقل بهت دادم که خودت بسنجی داری چیکار میکنی، احتمالات رو در نظر بگیری. مثلا بعض موقع هست که خب همه بالاخره نیتشون پاکه، به عنوان این که میخوان دین و آیین رو در خانواده بیشتر بکنن،
بیشتر باعث بیشتر جدایی و مخلوقت و زدیت و دوگانگی میشن. به عنوان این که ما میخوایم همه رو شما شباد بکنیم، همه رو در راه راست بیاریم، همه رو میخوایم، احتمالات رو در نظر گرفتی؟ آیا از روی عقل و تدبیر، از روی برنامه ریزی پیش رفتی؟ یا فقط چون فکر میکنی که حرف درسته به هر طریقی نادرست میخوای حرف درستتو پیاده بکنی؟ ولی میگه هارا مبادا که این مرز باریک، این خط باریک بین بیتاخان و هللوت رو تو انسان به اشتباه بگیره. و میگه زریزود، یکی از موضوعهایی که زریزود رو در انسان سرد میکنه و کم میکنه همین کانسپت بیتاخانه. خدا خودش درست میکنه، ولی تو چی؟ نه دیگه، مگه نخوندی اون داستانه رو؟ داستانه رو خوندیم، ربی عکیوا هم درست، اما تو مگه تو درجه ربی عکیوا هستی؟ آره، اگر تو درجه ربی عکیوا هستی، تو درجه پنحاس بن یائیر هستی، تو درجه ربی شمعون بر یوحای هستی، آره قبول دارم، بیتاخونی که اونا داشتن با بیتاخونی که تو داری میسنجه. اما اگر تو نه ربی عکیوا هستی، نه ربی شمعون بر یوحای هستی، تو اون درجه نیستی، چرا میخوای جای اونا خودتو جا بزنی بگی که من؟ واسه همین در گمارا مسخت براخوت میگه ربی شمعون بر یوحای عقیدش این بود، میگه آقا آدم فقط باید وقت برای تورا بذاره تو زندگی، نه کارو کس، اونو خدا میرسونه. اما فکر کنم ربان گمریل بود، یکی از ربانیم، میگه تو پاسخ کده به آصف تا دگانه خواه و جمع بکن محصولت رو. یعنی این شخص باید یه مقدارم به فکر کار و زندگی باشه، با آصف تا دگانه خواه. واسه این بعد مقداری تورا، مقداری کسب و کار. در گمارا میگه بسیاری افراد خواستن مثل ربی شمعون بر یوحای باشن اما نتونستن. و حدی که هارا اویگدور میلر میگه روی تفسیرش، روی خوبوت حلل وابوت شعر بیتاخان، میگه کسی که رعوی یعنی شایسته نیست، he's not in the level، تو درجه نیست که صبح تا شب بشینه بخونه، اگر خودشو بخواد پوش بکنه که من میخوام صبح تا شب بشینم بخونم، یا به دیپریشن و افسردگی میاد، یا به هلت ایشو میاد، مشکلات سلامتی، اگر به شالون باید پرابلم بر نخونه. هر کسی باید تو درجه خودش اون مقدار بیتاخون، توکلی که لازمه رو در زندگی به خرج بده. آیا همه میتونن دو ماراتون شرکت بکنن؟ همه میتونن بدوان، اما نمیتونن دو ماراتون بدوان. شاید یه نفر بتونه 1000 متر بدوه، یه نفر بتونه بگیم 2000 متر بدوه، اما هیچ کسی نیست که بتونه، همه نیستن که بتونن دو ماراتون برن. حتی اگر اونایی هم که میرن تمرین دارن، همینطور هم بیتاخون توکل داشتن به خداوند و دست رو دست گذاشتن، کنار تماشاچی نشستن که کارا خودش بشه، میشه، بله همچین کانسپتی وجود داره، اما برای اونهایی که تو اون درجه بیتاخون هستن، از همین هیچ تدلوت یعنی سعی و تلاش، همت لازمه بیتاخونه، یعنی نمیتونه هیچ روغنی بدون فتیله روشنایی بده. یه فتیله شما لازم دارید که این روغنه یا این نفت بتونه روشنایی بده. اگر فتیله نباشه، اون بنزین یا اون نفت یا اون روغن چی میشه؟ میسوزه، روشنایی نمیده، آبی میره. اگر فتیله بگذارید شعله و نور میده، حتی حرارت میده، نمی سوزه، از بین نمیره، مورد مصرف قرار میگیره.
استخونی که هیچ تدلوت اون فتیله رو نداشته باشه، فقط بیتاخون خالی باشه بدون سعی و تلاش و همت، از بین میره، بیتاخونه طعم میکشه دیگه، امیدشو به خداوند تا آخر عمر دست میده. اما اگه با هیچ تدلوت همراه باشه، اتفاقا از این بیتاخونش کمال استفاده رو، نور حرارت رو استفاده رو میکنه و تازه الگویی میشه برای دیگران. اما این فتیله چقدر کلفت باشه، نازک باشه، پهن دراز باشه، اون بستگی به درجه شخص داره. بعضیا با یک ذره هیچ تدلوت اون چیزی که میخوان میرسن، یه دی با بسیار هیچ تدلوت، یه مقدار به حد متوسط، یه مقدار کمتر بیشتر، ولی هیچ تدلوته این فتیله باید باشه، تلفونه رو باید بزنه. حالا طرف گوشی رو برداشت بر نداشت، مینیموم هیچ تدلوت رو شخص باید انجام بده. ولی ما از کجا میدونیم مینیموم هیچ تدلوتمون چیه؟ با هم دلیل زریزوت میاد توی کار، زریزوت میگه you try your best، خودت میفهمی که حد نصاب هیچ تدلوتت به کجاست. بیتاخونتو بدون هیچ تدلوت، بدون زریزوت، بدون سعی و تلاش قرار نده. همین دلیل میگه که بله خیلی ها سعی کردن تو زندگی بیتاخون داشته باشن. مگه میشه؟ کی از نتیجه مجانی بعدش میاد؟ صد البته میشینم خودش کارا انجام میشه، همه میخوان با بیتاخون کارشون بگذره، اما موضوع اینه که بیتاخون بدون هیچ تدلوت میخوان سواری بگیرن از بیتاخون، نمیخوان خداوند، قدرت خداوند رو بیشتر تو زندگی خودشون کشف بکنن، میخوان فقط به هوا و هوس و خواستهای خودشون بدون زحمت برسن، بدون زریزوت. فهم دلیل حرام میگه اگر میخوای زریزوتت تو زندگی همیشه سالم ادامه دار باشه، کاری به بیتاخون نداشته باش، تو سعی خودتو بکن، تو کار خودتو بکن، تو گندمتو بکار، حالا بارون میاد نمیاد، سبز میشه نمیشه، تو گندم خودتو بکار، تو کار خودتو بکن، تو زریزوت خودتو نشون بده، تو نیکی کن و دادجه انداز. به محض این که آدم وظیفه زریزوتشو به درستی انجام میده، اون موقع است که خداوند میگه I have a surprise for you. تو فکر کردی یک گندم کاشتی، دو گندم سبز میشه، صد گندم سبز میشه. به این میگم بیتاخون که زحمات من هدر نمیره، نتیجه دست خداونده، نه اینکه من نمیخوام زحمت بکشم، خود خداوند کارا رو درست میکنه. پس اینجا میگه هفته پیش بحث کرد، گفت یه دو تا ترس که آدم رو از زریزوت باز میداره، یکی ترس از خطر رو و یکی هم ترس از گناهانش، و گفت یش بیتاخون و یش هللوت. همینطور هم بعضی ها هنوز زحمت نکشیده، توقع نتیجه و مزد و پاداش رو دارن، و همین باعث چی میشه؟ باعث دلسردی و ناامیدیشون میشه. و راستش بخوای اونهایی که ادعای بیتاخون دارن، توکل به خداوند، چون نمیخوان جلوی همه کنف بشن، چون میبینن که به اون چیزی که ادعا میکردن و فکر میکردن نرسیدن و به جایی که پیش برن دارن پسکی پارو میزنن، دارن عقب میرن، برای اینکه جلو مردم کنف نشن بیشتر هی سعی میکنن که خودی نشون بده که بله، ولی در باطن در تنهایی موقعی که من خونه هیچ کسی نیست، دم از ناشکری میزنن که خدایا این شد زندگی، این شد دین و آیین، من که این همه
استفا کردم من که این همه این پچه اینجوری شد. خداوند میگه اه تو که تا حالا داشتی به مردم اینقدر تبلیغ و تعریف منو میکردی که نگران نباشی همه چیز درست میشه، درست داره سخت و سوز نداره فلان، چی شد این پنج آرایی که دادی چی شد؟ برای اینکه خودم کنف بشم، نه برای اینکه خدای رو کنف بشم. اما کسی که بیتاخون واقعی داره، نمیگم بیتاخون زیاد، بیتاخون واقعی داره، آره اگر هم چیزی کم و کسی شه اشکال رو سر خودش میگذاره، نه خداوند، چون میدونه خداوند همیشه حاضر و ناظر، میخواد به ما کمک بکنه. ما لیاقتمون انگار پایین رفته که نتونستیم. چیزی که باز در گمارا مسخه کدوشین میگه، فکر کنم رو بیشوان میگه، بیشوان بار در صحرا بود، دید که یک شیری در بیشه کنج جگر نشسته و میبینه که در حینی که کنج جگر نشسته بود، داشت فیلم سینمایی شدید، یه باره یه آهوی اصلا انگار نه انگار که شیر اینجاست اومد و رفت کجا؟ دم در این بیشه، دم در شیره، اسمش رو بذاریم آقا شیره. موقعی که رفت اونجا شیره پرید و گرفتش. بیشه گفت اه یک چارپا جاندار حیوانی که نه وظیفه‌ای نه میسوایی نه اصلا ماموریتی داره، خداوند داره پرناسا رزق و روزیشو اینجوری راحت میرسونه، میگه تا الان ندیدین هیچ خرسی آهنگر باشه که بخواد روزی در بیاره، هیچ گرگی نمیدونم سیاستمدار باشه که بخواد کاری بکنه، همه بالاخره یه جوری روزیشون رو به دست میارن. به حدی که در باز سفر خوبت حلبابوت میگه شر بیتاخون، میگه هستن حتی انقدر خداوند نظم و بالانس پرناسا رزق و روزی رو برای همه تو دنیا تنظیم کرده که بعضی از حتی جانداران چارپایان هستن که نه کاری به گوشت دارن نه کاری به حمله دارن، مثل گاو و گوسفند از همین چمن زمین هم میتونن امرار معاش بکنن و شیر بدن و گوشت قوی هستن. حیواناتی مانند خرس و گرگ و شیر و پلنگ که فقط باید گوشت بخورن، نه مصرف شیری دارن نه مصرف گوشت دارن. اینایی که اینقدر در واقع دارن چلو کباب میخورن انقدر تو دنیا مصرف ندارن اونایی که ویجیتریان یه مش سبزی میخورن. خدا با من نظم پرناسا رو حتی برای حشرات اومده تنظیم کرده که هر حشره ای یه جای روزیش مایا باشه، هر کبوتری از یک جای روزیش بگذره. ربیوشو نگاه میکنه میگه این چارپا و حیوانی که به دنیا اومده که منو خدمت بکنه انسان رو، خداوند روزیشو میرسونه. منی که به دنیا اومدم خداوند رو خدمت بکنم، همچین ماموریت بالا، خداوند فکر میکنه روزی منو نمیرسونه؟ ربیوشو این چنین نتیجه میگیره. ولی خب اشکال پچیه؟ پچیه هم سختی توی پرنسا و رزق و روزی هست. میگه چون من لیاقت ما دست دادم. اشکال از سیستم خداوند نیست، خداوند کاراش رو حساب و نظمه. اون شخص یا وزیری که هر صبح قراره براش چلو کباب بگذارن، اما
به جایی که با دمش گردو بشکنه با دندونش گردو شکسته، دندونش درد گرفته، میبینه چلو کبابا رو میزه، ولی فقط چی میتونه بخوره؟ آبکی، مایات. خودش کاری کرد که از این چلو کباب دربار محروم شد، اگر نه چلو کباب دربار هنوز پهن براش. ربی یوشام همینه گفت، گفت عیب از خداوند نیست، عیب از ماست. بیتاخون انسان میگه من درجه زحمتم بیشتر بود، سعی و تلاشم، لیاقتم کمتر بوده که اون چیزی که فکر میکردم نشد، نه اینکه خداوند از من بدش میاد یا اون چیزی که من باید و فراموش کرده. پس اینجا عرب میگه زری زود، کسی که تو زندگیش برنامه ریزی schedule organization نظم داره و هر کاری رو به موقع با سعی و تلاش و جنبش و تحرک انجام میده، اون در واقع لیاقت خودش داره بیشتر میکنه، چون خداوند میبینه که we trying our best he does the rest. خداوند میگه تو سعی تو کردی، بقیهش با من. بعد دیگه اخوانیم توضیح میدن آیا هیچ پستمنی، ملمنی، پستچی موقعی که نامه رو میبره برای پست آیا وای میسه ببینه که این نامه سوار تراک بشه، بعد از تراک سوار هواپیما بشه، بعد از هواپیما سوار کامیون بشه، بعد از کامیون بازوره بره توی کشور دیگه، آیا هی دنبالش میره که مطمئن بشه که این نامه به دست اون کسی که باید برسه؟ شما تمبر تا زدی، به اندازه کافی تمبر زدی، دیگه بقیهش خودش تیکر میشه. لازم نیست انقدر دنبالش بریم. فقط مشکل موقعیه که ما به اندازه کافی تمبر نمیزنیم، میایم صفحه جویی بکنیم، کارت عروسی برامون اومده، یه تمبرش هنوز مهر نخورده، این تمبره رو از اونجا چیکار میکنیم؟ میکنیم، سیوش میکنیم برای نامه بعدی که میخوایم بفرستیم. بعد نامه بعدی که میخوایم بفرستیم قشنگ پر چندین ورق کاغذ و مقوام، فکر میکنه با یه دونه تمبر چیه؟ کافیه. با هزار افتخار که یه تمبر سیو کردم، صرف جویی میزنیم رو میندازیم. شما فکر کنید بعد چند وقت چی میشه؟ بر میگرده. به اندازه کافی تمر نزد، به اندازه کافی زریزوت به خرج ندادی. بعد ده روز خوب به من بگی؟ آره، اگر رفته بودی پستخونه همونجا میخواستی بفرستی همونجا بهت میگفتن، اگه میرفتی پیش راب، میرفتی توی یشیوا همونجا میپرسیدی بهت میگفتن که آقا this is not enough هیچ ندلود، این سعی و تلاش کافی نیست. اما اگر تو خودت رفتی توی میل باکس صندوق پست پست کردی، تو خونه یاخیدی تفیلا خوندی، هیچ موقع تو کنیسا نبودی که ببینن اشکالتو بگیرن، به خیال خودت بار خودت داری همه کارا رو میسوار رو انجام میدی، موقع است که بعد ده روز داره بر میگرد. پس اینجا میبینیم کنیسا رفتن با جماعت تفیلا خوندن فقط این نیست که با جماعت من تفیلا میخونم، این که من از میسوت با خبر میشم، دانش توران بیشتر میشه، اشکالاتم فاش میشه، دیگران به من راهنمایی میکنن، سر یک کلاس توران میشینم بهم کمک میشه، راهنمایی میشه. این نیست که من تفیلا خوندم ولن تو خونم میخونم، خدا قبول بکنه. پس اینجا میبینیم، یا مخصوصا تو پرانتز میگم، اینایی که تو زیر زمین کنیسا باز میکنم فقط چون یه نفر هست که میتونه تفیلا بخونه بدون راو، بدون معلمی، بدون شعور، بدون هیچ کلاسی، چون یه نفر پا تخلیه و ولده بخونه و یه نفر عشره یشوه، میگم ما دیگه تفیلای شباتمون برقراره دیگه، در حالی که خودش، خانوادهش، تمام افرادی که داره تو اون زیر زمینه جمع میکنه بدون لرنینگ تورا،
دانش تورا رو داره عقب میندازه. اون بچه بعد با پدرش بیاد کنیسا تورایی بشنوه یاد بگیره. اون موقع است که همیشه از کنیسا یه نمای زیرزمینی داره، برای همین تالار دیگر اقوام براش بزرگ جلوه میده، چون تالار تو زیرزمین طفلا خونده. میره اون موقع جاهای غریبه ها، او چه سقفی چه لوستری، نمیدونی اونجا. اون موقع است که معلومه غریبه رو به خاطر اون عظمت ساختمونیش بیشتر ترجیح میده تا یهودیت رو به خاطر نمای زیرزمینیش. پس چقدر مهمه حتی خودمونم نمیخوایم بریم کنیسا، بچه هامونو بفرستیم کنیسا که با اسرائیل ها و دیگر جمع تورا بزرگ بشن. فقط یهودیت به تفیلا نیست که پدر بزرگ من اشره یوشفه رو از حفظ میخوند، این سیدور پدر بزرگمه، تورا و گمارا و میشنای پدر بزرگت کو، لرنینگ تورا، تورا بنا اساس یهودیته، نه فقط تفیلا خوندن. واسه همین این که روش هاشانه کیپور یک کنیسای رفتیم عجب خزانی داشتن، چه صدایی داشت و چه چهچه میزد، دیوره تورا تو اون کنیسای چی گفتن، چه جوری به تشوبا اومدی تو اون کنیسای که روش هاشانه کیپورت تضمین بشه که گناهانت پاک شده و درت یک بیداری و هوشیاری پدید اومده. یا میدونی که سه نفر، یک کنسرواتیو، یک ریفورم با یه دونه بالاتر و بدتر از ریفورم نشسته بودن، هر کسی تعریف میکرد از سرویس کیپورشون. کنسرواتیو میگفت کنیسای ما ببین دیگه چقدر مدرنن و واقعا امروزی هستن، که شب کیپور بعد از اروید، بعد از کل نیدره، بعد از که اروید براخ شد تازه شام سرو میکنن. اون یکی ریفورمه گفتش که کنیسای تو مدرن، کنیسای ما انقدر مدرن امروزی غیر خرافاتی و غیر قدیمی و قشنگ امروزی که جلوی هر صندلی یه اشتری گذاشتن که از کاس سیگار هم بکشه شبه کیپور بتونه قشنگ همونجا دیگه سیگارشو خاموش بکنه. اون یکی گفت شما اصلا نمیدونید مدرنیزیشن یعنی چی، شما هنوز تو کنیسا و تفیلا و کیپور و فلان و اینا هستید، ما شب کیپور روش هاشانه که میشه یه ساین در میزنن دم کنیسامون یا سنترمون که کلوز فور های هالیدیز. اصل روش هاشانه کیپور ارتباطیه که من با خدا برقرار میکنم و تا قلب من شکسته نشه، به تشوبا نیاد، به توبه نیاد، هیچ تضمینی نیست که این روش هاشانه کیپور واقعا من یک تغییری در من پدید بکنه. برمیدادیم بیتحان توکل انسان به هشم. اگر میخوایم ببینیم بندازه کافی من تم زدم یا نه، بعد بریم پسخونه، بعد بریم تو کلیسا یشیوا پیش راو با تورا زندگی بکنیم، نه فقط با سیدورمون با تفیلامون. این که بعضی موقع پیش میاد بعد از مثلا مینخاروید یا شخرید، قبلنا بود خدا شکر امروز دیگه نیست، مثلا میشنیم میگیم خب یه دیبره تورای بگیم، یه کلاسی بعد چند دقیقه بعد از تفیلا یه شعوری داریم، یه دی نگاه میکنن زده میگن ولی خب اسارا نیستیم قدیش بزنیم. میگن چیکار اسارا داری که قدیش بزنیم، چیکار مردهه داری، حواست زندهه باشه، خودت چیزی یاد بگیر سر کلاس، فقط چون اگر قدیش داری بشینی برای خودت نمیخواد چیزی یاد بگیری، تورا بخواه مال مرده هاست نه مال زنده ها. رونگ کانسپت. برمدل بیتاخان میگه
میگه مبادا که شخص توکلشو به خداوند به اشتباهی بگیره که بخواد شورتکات میونبر بزنه بدون زحمت به نتیجه برسه. ای چه چیز خوبی، پس آدم میتونه بیتاخون داشته باشه و کاراش همجوری جور بشه. آره، ولی باید تمره رو بزنی. خب اگه اینجوری آدم همیشه بیتاخون به خرج میده. آره، ولی سنگ وزن کردی پاکت تو که چقدر سنگینه که چقدر باید 18 دروت هم خودت بکنی، تو خودت هم باید یه سهمی یه خمیر مایه‌ای بزنی تا این خمیره بر بیاد. روم فکر کردی؟ واسه همین کسی که به دین و آیین روم میاره یا بیتاخون که یه نفع شخصی یه مشکلش حل بشه یا یه چیزی، بعد از اینکه میبینه که ای بابا هنوز داره میره و هنوز وسط راهه، دنده عقب میگیره و یوتر برمیگرده، میگه ما فهمیده بودیم انگار اگر شما شباد بشیم، اگر اینجوری بشیم اونجوری بشیم همه کارا حل میشه. که اما کسی که بدون هیچ توقعی اومده که اتفاقا وقت و مایه بگذاره، نهارا بیهود و صدقا میگه، میگه معمولا موقعی که کسی میره دکتر، یکی از سوالاتی که دکتر ازش میپرسه چیه؟ آیا اشتها به غذا داری؟ اپتایتت چطوره؟ میگه دکتر نمیپرسه آیا غذا میخوری؟ اشتها به غذا داری یا نه؟ این که علاقه انسان، اشتهای انسان به تورا چیه؟ اون یکی از علائمیه که نشون میده که واقعا مشتاق توراست. این که علاقت به خداوند چیه؟ اشتهای خداپرستی و خداترسی درت هست؟ آیا میکشه دلت؟ گرایش داری؟ میخوای بهتر و بیشتر انجام بدی؟ اون شرطه، نه اینکه چه میسوای انجام میدی، چی میخوری؟ اشتها به غذا داری؟ بیتاخون، اگر میخوایم ببینیم کسی واقعا بیتاخونش واقعی هست یا نه، حاضری از خودت مایه بگذاری زری زود تحرک و جنب و جوش و سعی و تلاش و همت به خرج بدی. اگر حاضر هستی به زری زود، پس دنبال تنبلی نیستی، پس بیتاخونت هم به جاست. اما اگر بدون هیچ زحمتی هلولو به پرتگلو میخوای فقط خدا برات همه کاریو بکنه، پس بیتاخونت یک سواریه، داری کلو پشتی میگیری از خدا برات. میخوای زحمت خودتو کم بکنی، هللوته، بیتاخون نیست، کوته فکری و حماقته، کم عقلیه. پس بیاد به حضرت هشم، هنوز دو سه روز دیگه به روش هشانه باقی مونده، هنوز میتونیم نشون بدیم خداوند هشم بیا اینم زریزوت من، اینم هوشیاری من، اینم تحرک من، میخوام میسوت تو رو شروع کنم و انجام دادن. نمیخوام اول ببینم جرمم چیه بعد شروع کنم به پرداخت. همین الان میخوام شروع کنم به پرداخت کردن، چون میدونم راه دوری نمیره، چه بسا بهترین نتیجه امن پیش تو واقعی است. و کسی که با یه پرپوزال، با یه پیشنهاد میاد پیش خداوند، اونا که تو کلاس های صبح ما هستن گفتیم فرد کیپور و روش هشانه اینه. کیپور مال گذشته است، کپاره دوانوت، روش هشانه است که مال آینده است، چه سرنوشتی در پیش داریم. مثلا این روش هشانه از روز کیپور هم مهمتره. آیا برای روش هشانه چه حرفی برای صحبت داریم؟ روز کیپور بله، خدایا ببخش من نبودم، دستم بود، تقصیر آسنم بود. میتونیم یک جوری عذری بخوام که گذشتمون کپاره بشه، لکه‌های پرونده پاک بشه، اما برای آینده چه قولی میخوایم به خداوند بدیم که خداوند قبولمون بکنه، بهمون بیتاخون اطمینان داشته باشه که میفهمم، I believe you، باورت میکنم که تو این دفعه میخوای دیگه جدی بگیری. زری زود و به ذات هشم کمک کنه تمام اینا رو انجام بدیم.
و به عزت هاشم در سفر حیم توبیم همون به خوبی سبت شم بارم هاشم لعولم همه با همه. امونا یعنی ایمان، بیتحان یعنی توکل، یا به انگلیسی faith and trust، یعنی اینکه خیلی ها ایمان دارن که خداوند آفریننده این دنیاست، ولی آیا من اطمینان دارم به خداوند که تو زندگی من گره گشاست؟ این که من قبول دارم اون شخص دکتر دندونسازه، ولی آیا اطمینان بهش دارم دندونمو در اختیارش بگذارم؟ خیلی ها میدونن که این شخص فیلسوفه، اما آیا اطمینان به حرفاش دارم که درسته؟ میدونه داره چی میگه؟ آره میدونم مدرک تو دانشگاه درس میده، اما حاضرم برای دانشگاه خودم استخدامش بکنم؟ اینکه اطمینان به شخص داشته باشیم که یک تراست به شخص بتونیم روش حساب بکنیم، این میشه توکل، این میشه بیتاخان. ربای بخش خیلی خیلی ممنون، زنده باشین، سال خوبی، خوشی، سلامتی و تندرستی.